بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز تلویزیون اترو، علاقمندان برنامه افطاری، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با امید از اینکه امروز را هم به خوبی و خوشی و در طاعت و عبادت سپری کرده باشین و در هنگام افطار دعا بکنین برای امنیت و صلح و سرتاسری در کشور عزیز ما افغانستان. استاد پادشاه بینا را دعوت کردیم و در رابطه به ماه مبارک رمضان و اهمیت اتحاد و اخوت و برادری امرایشان صحبت می کنیم. سلام جناب استاد، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. سلام، تشکر و خیر باشی. جناب استاد، یکی از مسائل بسیار عمده و اساسی در ماه مبارک رمضان اخوت و برادری هست که ما به نحو عملا انجام میتیم. میشه که در رابطه به اهمیت اخوت و برادری از دیدگاه قرآن و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و پیشوایان دین صحبت هایی داشته باشین؟ به نام آن که انسان را آفرید و برایش سخن گفتن آموخت، درود و سلام بر شما و به همه هموطنان عزیزم. خوشا به حال ملتی که یک بار دیگر از این مهمان ویژه خدا میزبانی میکنن و ایر استقبال میکنن. آرزو میکنم که این ماه و این مهمان خاص خدا از خانه های ما، از همه خانه های ملت افغانستان با سرخرویی و خوشنودی برود و امیدوار هم باشیم که سال آینده باز هم تقدیر و تحسین از این ماه مقدس بکنیم. در این شکی نیست که این ماه ماه ویژه خداست و در این ماه دروازه ها باز میشد. در اینجا ملائکی کار نیست، انسان مستقیم ارتباط به خالق خود میگیره و در این ماه ماهی است که دعاهای ما، بخصوص دعاهای ملتی که 40 سال شد در صدد پیدا کردن گمشده خود است که او گمشده ما هم گمشده ما عبارت از صلح است، برادری است، همفکری است، همدلی است و در این ماه آرزو میکنیم که ملت ما دعای بکند که ما این گمشده خود را بعد از 40 سال پیدا بکنیم و در کنار ما زندگی بکنند انشاءالله. و موضوعی را که شما اشاره کردین، بهترین واژه ای را که من دوست دارم او عبارت از همبستگی، اتفاق، اتحاد، وحدت، یک پارچگی است که نه تنها ایره انسان ها دوست دارند، دساتیر خدا هم بمی است. خداوندم میگه که بسم الله الرحمن الرحیم و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ای انسان ها، ای کسانی که من شما را خلق کردیم، فقط و فقط شما میتونین که بهترین چیزی را که من خوش دارم است که وقت سمو چنگ بزنید به ریسمان خدا، به قانون خدا، به دین خدا. چگونه؟ دستجمی. خداوند انسان را اجتماعی خلق کرده است. بدون اجتماع انسان به بیماری روانی مبتلا میشه. پس وقتی که ما را نیازمند به اجتماع خلق کرده، باید ما هم فرمان و دساتیر خدا را قبول کنیم و در فضای اتحاد و یک پارچگی ما زندگی کنیم. در غیر از او، در زمینی که ما خود ما سرکردان خواهیم شد، بدون قید و شرط خالق ما از ما ناراض خواهد بود. سپاس جناب استاد. در ماه مبارک رمضان و ماهای دیگر چه راهکارهایی میتونه که اخوت و برادری و همدلی و همبستگی و اتحاد مسلمانان را حفظ بکنه؟ ببینین، وقتی که ما از همدلی و همفکری صحبت میکنیم، یگانه چیزی که نقش اساسی را در امورات زندگی ما دارد او همدگر پذیری ماست. مثلا ما فکر کنم که شما پوپلزایی صاحب نماینده خدا در روی زمین هستید. وقتی که من به این باور شوم که شما نماینده خدا هستید، بدون شک باید من شما را دوست داشته باشم. وقتی که دوست داشتم تو نمایندگی، در حقیقت کی را دوست دارم؟ خالقت را دوست دارم. من احترام به خالق دارم. از او خاطر در صورت نقش ما باید برای نقاش سپاسگزار باشم. برای شما وقتی که احترام کردم، ادب کردم، اخلاق حمیده از خود نشان دادم، بدون شک شما هم قلبتان صیقل زده مرا میپذیرین. در اینجا هم دیگر پذیری به وجود آمد. وقتی که مرا پس شما پذیرفتین، من شما را پذیرفتم، بالای میز میشینیم، سر موضوعات زندگی ما، سر موضوعات کاری ما صحبت میکنیم. در اینجا هم فکری به وجود میآید. هم فکری
فکری که به وجود آمد بدون قید و شرط همدلی در اینجا تولد میشه. وقتی که شد ما به سوی در کشتی وحدت نشسته هر طرفی که ما خواست ما باشه به ساحل کامیابی ها و پیروزی ها میرسیم. اگر خدای نخواسته در اینجا ما و خودت یک دیگر پذیر نبودیم، بدبین بودیم، خشونت پیشه بودیم، خودگرا بودیم، تکگرا بودیم، کبر و غرور در بین ما و شما رخنه ایجاد کرده بود، در اینجا هست که دیگه ما به اینی نعمتهای دیگری نخواهیم رسید. جناب استاد، مهمترین عواملی که باعث میشه که همدیگر پذیری از میان مسلمانان دور شود، از میان امت اسلامی دور شود و اختلاف ها و تفرقه ها به وجود بیاید، چی میتونه که علتش باشه و چطور میتونیم این علت ها را از بین ببریم؟ بسیار نقطه اساسی را شما اشاره کردیم. از امو خاطر است که میگه ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. یگانه چیزی که ما و شما را با هم متوسل میسازه و خداوندگار بلخنبهی عقیده کامل داره و میگه که رسالت شما انسانها همیست که تو برای وصل کردن آمدی نه برای فصل کردن آمدی. ای انسان، وظیفه و رسالت تو اینجاست که قلبها را با هم متوسل بسازی، نه اینکه اینها را از هم فاصله بتی و اینها را جدا بسازی. حالا ما وقتی که به خودشناسی برسیم، وقتی که شناخت از خود ما پیدا کنیم که برای چی ما در این کره خاکی خلق شدیم، برای از این خلق شدیم که دیگران را اذیت برسانیم، قلبشان مجروح و جریحه دار بسازیم، آیا دیگران را ما ناراض بسازیم، زندگی خوششان ناخوش بسازیم، برای از این آفریده شدیم یا برای از این آفریده شدیم که قلبها را التیام ببخشم، دست نوازش بر روی انسانهای از خود کرده ضعیفتر بکشم. تا زمانی که ما دل زمینی ها را به دست نیاریم، ناممکن است که دل آسمانی ها را به دست بیاریم. زیرا این نمایندگان را وقتی که ما قلبشان خوشنود ساختیم، خداوند از ما راضی است و او هم میگه که تو تانستی که او مسئولیتت من حیث یک بنده خوب، من حیث یک بنده شایسته انجام بدی. پس یگانه چیزی که ما را میبرد به گودالهای بدبختی، به کشتی خشونت، فقط و فقط نشناختن خود ما هست. ما خود ما را نمیشناسیم که ما انسانهایی هستیم، برای چی آفریده شدیم. این را که ندانستیم بدون شک همه چیز از ما ناراض خواهد شد. جناب استاد، اگر به عنوان یک کار عملی بله. از شما بخواهیم که برای همه هموطنای ما یک پیامی داشته باشین که عملا انجام بتیم اتحاد و وحدت و یک پارچه گیره، چی میباشه پیام شما؟ دوست داشتم کمی سوال بپرسی. چرا که ملتم امروز تشنه همچو گپی بله هست بله. این سیاست هایی که فعلا جریان داره اینا به جایش، اما من حیث یک فرزند این ملت برای این ملت خطاب میکنم. از این کرده ماه مقدس دیگر هیچ در ماهای دیگر خدا نیست بله. پس در این ماه مقدس ما نیازمندام هستیم. یگانه چیز میتاند که یک تغییر و تحول را در کشور ما بیاره و ما 40 سال هم است که منتظر تغییر هستیم. یگانه چیزی که در وجود ما تغییر میاره به این باور باشیم که این جغرافیای به نام افغانستان در قلب آسیا که موقعیت داره، این مادر مشترک همه ماست. زن و مردی که در این خاک زندگی میکند، اینها با هم همه ما مربوط به یک مادر مشترک هستیم که به نام افغانستان است. خدا شاهد است اگر ما در قدم اول این وطن ما را دوست نداشته باشیم، به این معناست که مادر خود دوست نداریم. پس به این لحاظ وقتی که ما از یک جغرافی هستیم، برادر و خواهر هستیم، کمر همت را بسته کنیم، آستین غیرت را بر بزنیم، صادقانه برای این خاک کار بکنیم. نگوییم که افغانستان برای ما چی کرده. سوال ما از خودم میکنم که من بینا برای این مادر مشترک ما چی کردیم. پس میدانم که چیزی نکردیم جز خیانت. وقتی که خیانت کردیم، ما چگونه توقع داشته باشم که در اینجا صلح میآید، در اینجا آرامش میآید، در اینجا آسایش میآید. زمان ما میتونیم که این وطن تغییر بتیم حالت ما را. خدا خودش میگه بدون شک میگه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی
حتی یغیر ما به انفسهم. خداوند به او قومی سر و کار ندارد تا زمانی که خودشان تغییر نتند در زندگی خود. حالا روزی هست که روز تغییر. خواهش ما من حیث فرزند این ملتی است که تغییر بتیم خود تا تغییر در وطن ما آورده بتونیم. سپاس جناب استاد. بخیر باش. این ما و من نتیجه بیگانگی بود. صد دل به یک دیگر چو شود آشنا یکیست. وقفه کوتاه داریم و دوباره با همکارای خوب مجیب جان و هدیه جان برمیگردیم.